شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. استرالیا کشوری پهناور و زیباست. برای مهاجرت، تحصیل، کار، تجارت یا سفر به استرالیا بیش از 100 نوع ویزا وجود دارد. رادیو اسپیس فارسی در نظر دارد تا از طریق ارائه یک سری سلسله برنامه ها به تعدادی از مهمترین و محبوبترین ویزاهای استرالیا بپردازد. در این برنامه ها درباره تعریف کلی آن ویزا، مهمترین شروط اصلی برای درخواست آن، مدت زمان بررسی پرونده، امتیازاتی که هر ویزا برای دارنده آن ایجاد می کند و هزینه صدور آن خواهیم پرداخت. من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای محمد رضا عظیمی، مشاور رسمی امور مهاجرت از مؤسسه مهاجرتی شادا در سیدنی، در این برنامه به ویزای مشارکتی والدین سال خورده زیر شاخه 864 پرداخته ایم که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای عظیمی، در برنامه‌های قبلی درباره سه نوع ویزای والدین صحبت کردیم. اگر اجازه بدید در این برنامه درباره ویزای مشارکتی والدین سال خورده زیر شاخه 864 صحبت کنیم. والدینی که بیش از 65 سال و 6 ماه سن دارن. امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً یک تعریف کلی از این ویزای مشارکتی والدین سال خورده زیر شاخه 864 لطفاً ارائه بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای جمالی و تمامی شنوندگان محترم رادیو اسپیس. خیلی ممنون از این که این فرصت در اختیار من گذاشتید تا درباره این ویزای مشارکتی والدین سال خورده که زیر شاخه 864 هست توضیح بدم. خواهش میکنم. همونجوری که شما به درستی فرمودید، یکی از والدین باید بیش از 65 سال و 6 ماه سن داشته باشه تا بخواد برای این ویزا اقدام بکنه. منظور از مشارکتی هم اینجا حقیقتاً ویزای پولی جور محسوب میشه. این مشارکت یعنی که والدین باید هزینه و پول بیشتری پرداخت بکنن نسبت به ویزای والدین سال خورده که در برنامه‌های قبلی راجع به صحبت کردیم. ویزای مشارکتی والدین سال خورده یک ویزای اقامت دائم هست، یعنی ویزای دائم استرالیا است. برای والدینی هست که میخوان در کنار فرزندانشون باشن که حتما با اون والدین در داخل خاک استرالیا اقدام بکنن برای این ویزا، و خب وقتی در داخل خاک استرالیا باشن یقینا یک ویزایی هم دارند و توی اون ویزاشون باید هیچ منعی وجود نداشته باشه که بخوام برای این ویزای 864 اقدام بکنن. موقعی که برای این ویزای 800 زیر شاخه 864 اقدام بکنید، به این بریجینگ ویزا تعلق میگیره. نکته که اینجا هست، ممکنه که این والدین حائز شرایط مدیکر موقتی باشن، که نکته خیلی مهمی هست که میتونن از دفتر مدیکر یا اداره مدیکر اطلاعاتشو بخوان بگیرن که آیا میتونن مدیکر موقتی بگیرن یا خیر. موقعی که میخواد این ویزا اعطا بشه باید حتما والدین در داخل خاک استرالیا باشن، اما به خاطر شرایط کرونا اگر والدین در خارج از خاک استرالیا باشن به اونها ویزا داده میشه. جناب عظیمی، امکان داره بفهمید مهمترین شروط اصلی برای درخواست ویزای مشارکتی والدین سال خورده چیست؟ برای این ویزا به شرط احراز سلامتی و نداشتن سوء پیشینه سه شرط اصلی رو میشه در نظر گرفت. یکی این که حتما در زمان درخواست ویزا یکی از والدین که متقاضی اصلیه باید به سن بازنشستگی که بیش از 65 سال و 6 ماه هست رسیده باشه. شرط دومی که هست، حتما باید اسپانسر داشته باشه که خب اون اسپانسر فرزند اون والدین میتونه باشه، که اگه فرزندشون کمتر از 18 سال سن داشته باشه میتونن اگر که بستگانی در استرالیا دارن توسط اون بستگانشون اسپانسر بشن، یا یک انجمن محلی توی استرالیا اونها رو اسپانسر بکنه. و این درخواست اسپانسرشیپ حتما باید توسط اداره مهاجرت تایید بشه. اون فرزندایی که استرالیا هستن باید حتما شهروند استرالیا باشن یا اقامت دائم داشته باشن، و یا جز به اون دسته از نیوزلندیایی باشن که در استرالیا زندگی میکنن و اقامت دارن. اسپانسر باید در دو سال اول والدینشون حمایت مالی بکنه که شامل مسکن و هزینه‌های زندگیش هست، و با تضمین قانونی هم باید بده. شرط سوم، مثل ویزاهای دائم والدین، اون معیار احراز توازن خانواده رو باید داشته باشه.
یعنی که باید نیمی از فرزندای فرزندخونده های پدر مادر استرالیا باشن، یا یعنی که تعداد فرزندایی که اینجا هستند بیشتر از کشورهای دیگه باشه. تو این معیار توازن خانواده فرزندایی که با رأی دادگاه حضانتشون از والدین گرفته شده خب محاسبه نمیشه. ممکنه که مثلا فرزندی درگذشته باشه اونم محاسبه نمیشه، و یا مثلا فرزندی باشه که پناهنده شده باشه و توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان اسمش ثبت شده باشه و اونم محاسبه نمیشه. آقای عظیمی، امکان داری مثال هایی از این معیار توازن خانواده لطفا بیارید؟ خواهش میکنم. ببین مثلا اگر که اون پدر مادر یه دونه فرزند داشته باشن و اون یه دونه فرزندشون شهروند استرالیا باشه یا اقامت دائم داشته باشه، و یا همونجوری که عرض کردم داره نیوزلندیایی باشه که در استرالیا اقامت دارن، خب این شرط معیار توازن خانواده احراز میشه. اگر که دو تا فرزند داشته باشن، یکیش استرالیا باشه یکیش ایران مثلا باشه، بله میتونن برای این ویزا درخواست بدن. اگر که سه تا بچه داشته باشن، یکی استرالیا باشه و دو تا ایران باشه، خب این شرط احراز نمیشه. اگر به عنوان مثال چهار تا بچه داشته باشن، دو تا اینجا باشه دو تا خارج از استرالیا باشه، این شرط احراز میشه. اگر که مثلا پنج تا بچه داشته باشن، به عنوان مثال یکی استرالیا باشه یکی ایران باشه یکی ترکیه باشه یکی آلمان باشه یکی کانادا باشه، بازم این شرط احراز نمیشه. و به عنوان مثال اگر که همین خانواده رو در نظر بگیریم که 5 نفر باشن، 3 تا بچه ها اینجا باشه، این شرط احراز میشه. و مثلا اگر که 6 تا بچه داشته باشن، 2 تا استرالیا باشه 2 تا ایران باشه 2 تا مثلا آلمان باشه، این شرط احراز نمیشه. امکان داره بفهمید مدت زمان بررسی پرونده ویزا چند سال هست؟ این ویزای والدین سال خورده جزو ویزاهایی هستش که حداکثر ظرفیت سالانه دارند و نوبتی هستند، که به اصطلاح بهش میگن cap and queue، یعنی تعدادی پرونده هایی که در سال بررسی میشه و به اونا ویزا داده میشه توسط وزیر مهاجرت مشخص شده. در خصوص این ویزا مدت زمان بررسیش اطلاعات خیلی دقیقی اداره مهاجرت منتشر نکرده، اما به نظر میرسه در حدود 5 ساله. اما یه سری منابع غیر رسمی مدت زمان متفاوت میدونن که بر اساس تجربه تا 1 سال هم بوده که این ویزا بررسی شده برای کسایی که داخل خاک استرالیا هستن و بهشون داده شده. من در خصوص تعداد ویزاها درخواست هایی که در حال حاضر در نوبت هستن هم اگر اجازه بدید اطلاعاتی بدم. تا تاریخ 31 ماه مارس سال 2021 تعداد 1068 پرونده در نوبت هستند، که خب نسبت به ویزاهای دیگه همونجوری که ملاحظه میکنید تعداد کمتری برای این ویزا درخواست دادن. مثلا برای ویزای مشارکتی والدین زیر شاخه 143 28464 پرونده در نوبت هستند. خب این ویزا 1068 پرونده است. خب خیلی مهمه که قبل از اینکه عزیزان بخوان برای این ویزا درخواست بدن، حتما مشاوره حقوقی بگیرن و بدونن که کدوم ویزا برای پدر و مادرشون بهتر هست و سریعتر اون رو به نتیجه میرسن. آقای عظیمی، امکان داره بفهمید این ویزا چه امتیازاتی برای والدین داره؟ بله، این ویزا ویزای اقامت دائم هست که خب میتونن کار و تحصیل بکنن، شامل مدیکر میشه، میتونن اعضای دیگه خانوادهشون اسپانسر بکنن، و بعد از اون که اون مدت زمانی که در قانون مشخص شده در استرالیا بودن میتونن درخواست شهروندی بدن. در ابتدا بهشون یه ویزای 5 ساله داده میشه که اگر که تمایلی نداشته باشن برای شهروندی، میتونن برای ویزای رزیدنت ریترن ویزا درخواست بدن که بتونن به استرالیا برگردن. جناب عظیمی، امکان داره کمی هم درباره هزینه های دولتی این ویزا لطفا توضیح بفرمایید؟ ببینید این هزینه ها توی دو مرحله پرداخت میشه. مرحله اول پرداخت $4,255 برای متقاضی اصلی ویزاست، $2,110 برای متقاضی دوم و افراد بالای 18 سال و $1,060 برای فرد زیر 18 ساله. مرحله دوم پرداخت $43,600 برای هر متقاضیه، که در مجموع اگر که مثلا ما فرض بگیریم یک پدر و مادری با همدیگه درخواست این ویزا رو داده باشند، $87,200 باید بابت مرحله دوم پرداخت بکنن. در کنار این هزینه یک ودیعه مالی هم باید گذاشته بشه که $10,000 برای متقاضی اصلی ویزاست و $4,000 برای متقاضی دومه، که این ودیعه بعد از 10 سال باز پرداخت میشه. یعنی اگر که من بخوام بخصوص میزان هزینه‌ای که باید پرداخت بشه به طور مشخص
توضیح بدم، اگر مثلا فرض بگیریم که یک پدر و مادر برای این ویزا درخواست میدن، فقط هزینه‌ای که باید پرداخت بکنن به اداره مهاجرت 93,565 دلار هست، که اگر که مبلغ بدیه 14,000 دلاری هم به این اضافه بشه که 10 سال در گروه دولت هست، در مجموع 107,565 دلار باید پول پرداخت بکنن به اداره مهاجرت. جناب آقای عظیمی، چرا اینقدر زیاد؟ آیا راهی وجود نداره که این هزینه ها کمتر بشه؟ ببینید، به طور کلی اداره مهاجرت نگاهی که به این ویزاها داره اینه که خب معمولا خب والدین در نظر بگیرید که بالای 65 سال حداقل با سن داشته باشند و خب خدای نکرده ممکنه که مشکلات بعد از اینکه اقامت داشتن تو استرالیا ممکنه که مشکلات پزشکی اینا داشته باشن و عملا بخشی از این هزینه ها که فرد پرداخت میکنه به عنوان مشارکت در هزینه های نگهداری و خدای نکرده هزینه های بیمارستان و اینجور چیزا تلقی میشه. به خاطر همین هست که این ویزا ویزای خیلی گرونی هست، اما متاسفانه راهی برای کاهش این هزینه ها نیست. اما اداره مهاجرت کاری که کرده یک مسیری رو مشخص کرده برای پرداخت دو مرحله این ویزا، که ابتدا والدین برای یک ویزای موقت درخواست بدن که اون زیرشاخه 884 هست، که یک ویزای موقت دو ساله است، و بعد از اون برای ویزای 864 درخواست بدن. اگر که این مسیر بخواد طی بشه، بازم فرض بر این بگیریم که پدر و مادر با همدیگه دارن درخواست میدن، اون برای اون ویزای موقت هزینه‌ای که باید پرداخت بکنن 64,600 دلاره و برای ویزای دوم 39,400 دلاره، که بیش از در مجموع بیش از 104,000 دلار هست. البته این بدون احتساب اون 14,000 دلار بدی است، که در مجموع 118,000 دلار پرداخت خواهد کرد که در دو مرحله در دو ویزای مختلف هست. البته اگر که بخوان این مسیر دو مرحله یا بخوان طی بکنن، در نهایت بازم 10,000 دلار به ضرر خانواده میشه. البته باید در نظر داشته باشیم که اون پدر و مادر با چه آزمایش پزشکی و اینا موفق بیرون بیان و مشکلی نداشته باشن، مسائل مرتبط با سوء پیشینه و کیفر اینا هم نداشته باشن، چون که این توی تصمیم گیری اداره مهاجرت بسیار مهم هست و این اطلاعات در نظر گرفته میشه. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. من هم از جناب عالی سپاسگزارم و متشکرم. لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.